یک فرمانده ارشد به مشارکت ارتش ایران در سرکوب اعتراضات مردمی اذعان کرد. حمله اسرائیل به 12 کشتی حامل نفت ایران به سوریه. صدای آژیر در تهران، واکنش سازمان انرژی اتمی. مقامات ارشد امنیت ملی آمریکا و اسرائیل درباره ایران رایزنی کردند. سخنگوی کاخ سفید: مذاکره با ایران با هماهنگی اسرائیل خواهد بود. درود همراهان. ضمن قدردانی از اینکه ما را انتخاب کردید، لطفاً کانال را سابسکرایب کنید. لایک و کامنت شما به بهتر دیده شدن این ویدیو کمک شایانی می‌کند. توجهتان را به ادامه خبر جلب می‌کنم. کیومرث حیدری، فرمانده نیروی زمینی ارتش ایران، برای نخستین بار فاش کرد که دست کم از سال 1397 از این نیرو نیز در برخورد با اعتراضات در ایران از جمله اعتراضات دی ماه سال 97 استفاده شده است. سرتیپ حیدری این خبر را در گفتگویی که وبسایت رهبر جمهوری اسلامی از وی منتشر کرده بیان کرده و آن را افتخار آمیز دانسته است. پیش از این گزارش‌ها حاکی از استفاده نیروهای رسمی سپاه پاسداران و بسیج و نیروی انتظامی و لباس شخصی ها در سرکوب اعتراضات مختلف در ایران بود که در طول سالهای گذشته صدها کشته و زخمی بر جای گذاشته است. حال فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی به صراحت گفته که خود این نیرو با آنکه در دی ماه سال 97 ماموریت خاصی نداشته، برای کمک به نیروهای امنیتی اعلام آمادگی کرده است. وی گفت: آمادگی من را به سردار باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، اعلام کردیم و به ایشان گفتیم که فعلا نیروی زمینی ماموریتی ندارد، ولی با توجه به نیروهای آموزش دیده و والایی که داریم، الان بهترین فرصت است که ما به نیروهای امنیتی کشورمان کمک کنیم. کیومرث حیدری بدون اشاره به جزئیات از تأثیر بسزای نیروی زمینی ارتش در سرکوب‌های سال 97 خبر داده و افزود: گزارش آن به استحضار رهبر هم رسید که اوامر ویژه‌ای در این باره صادر کردند که حتما در آینده برای ما نصب العین خواهد بود. پیش از این همواره از نقش ارتش در سرکوب مخالفان حکومت پهلوی در پیش از انقلاب سال 57 یاد می‌شد و بعد از انقلاب بیشتر سرکوب‌ها به نیروهای بسیج، سپاه و شبه نظامیان نسبت داده می‌شد. این در حالی است که فرمانده نیروی زمینی ارتش ایران بهترین وجه تمایز این نیرو با گذشته را ولایت‌مداری عنوان کرده است. او با افتخار نسبت به حضورهای میدانی نیروی زمینی ارتش به عنوان نشانه ولایت‌مدار بودن آن، مطالبی را نیز درباره نحوه استخدام نیرو در ارتش افشا کرده که در نوع خود کم سابقه است. به گفته او، ارتش ایران اکنون به جای عضوگیری، عضویابی می‌کند و در توضیح افزوده است: خودمان نیروهایمان را انتخاب می‌کنیم و برایشان دعوتنامه می‌فرستیم که به دانشگاه افسری بیایند. این افراد را هم با معیارهای خاصی که داریم از قبل شناسایی می‌کنیم. سخنان وی یکی از صریح‌ترین اظهارات درباره تلاش جمهوری اسلامی برای یک دست‌سازی نیروهای نظامی در ایران و آماده‌سازی آنها برای سرکوب مخالفان تحت عنوان مخالفان ولایت است. جمهوری اسلامی همواره از اعلام آمار دقیق کشته شدگان و زخمی‌ها در اعتراضات خیابانی خودداری می‌کند و بدون هیچ سند و مدرک معتبری معترضان را به دشمن و ضد انقلاب مرتبط می‌کند. وال استریت ژورنال در گزارشی نوشته است: اسرائیل دست کم 12 کشتی را، بیشتر از آنها حامل نفت ایران، به سوریه بودند هدف قرار داده است. وال استریت ژورنال به نقل از مقام‌های آمریکایی نوشته است که کشتی‌های ایرانی و همچنین کشتی‌های دیگری که حامل محموله‌های نفت و سلاح ایران بودند مورد حمله قرار گرفتند. طبق این گزارش، این حملات در دریای سرخ و در نقاط دیگر روی دادند. تعدادی از کشتی‌هایی که مورد حمله قرار گرفتند نیز حامل تسلیحات ایرانی بودند. وال استریت ژورنال به نقل از این مقام‌های آمریکایی که هویت آنها را مشخص نکرده می‌گوید: حملات به این تانکرهای حامل نفت ایران باعث غرق شدن این کشتی‌ها نشده و در دو مورد نفتکش‌ها مجبور شدند به ایران بازگردند. این گزارش می‌افزاید: اسرائیل با اقدام در تلاش بود که تجارت نفت ایران را متوقف کند، چرا معتقد است که ایران درآمدهای حاصل از فروش نفت بودجه گروه‌های افراطی در منطقه را تأمین می‌کند. طبق این گزارش، ایران که یکی از حامیان اصلی بشار اسد رئیس جمهور سوریه است، طی سال‌های اخیر با نادیده گرفتن تحریم‌های بین‌المللی به سوریه سلاح و نفت صادر کرده است. مقامات اسرائیلی حاضر نشدند در خصوص این گزارش ابراز نظر کنند. دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل نیز به پرسش وال استریت ژورنال در این زمینه پاسخ نداده است. مقام‌های ایران از حمله به نفتکش ثابتی در دریای سرخ توسط یک یا چند دولت خبر دادند. مقامات جمهوری اسلامی تلویحاً عرب
عربستان سعودی را به نقش داشتن در این حمله متهم کردند، اما مقامات این کشور این ادعا را رد کردند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران گفته بود که این حمله با اصابت حداقل 2 راکت انجام شده است. وی اضافه کرده بود نفتکش ما نیز دارای دوربین بوده و مشخص است که راکت ها از کدام سمت می آیند و چگونه اصابت می کنند. قطعات راکت ها هم جمع آوری شده است. کشتی های ایرانی برای فرار از ردیابی و نظارت های بین المللی مقصد های خود را به نادرست اعلام می کنند یا محموله های نفتی را در دریا از یک نفتکش به یک نفتکش دیگر منتقل می کنند و یا محموله خود را با نفتکش های قدیمی جابجا می کنند که قابل تشخیص نباشند. در حال این خبر منتشر شده است، گیلا گاملیل وزیر محیط زیست اسرائیل گفت ایران عامل زیست محیطی از طریق ایجاد آلودگی نفتی اخیر در سواحل اسرائیل بوده است. این وزیر اسرائیلی اضافه کرده بود که کشورش پی برده است نفتکشی که باعث نشت عظیم نفت در آب‌های دریای مدیترانه در نزدیکی سواحل اسرائیل شد از ایران حرکت کرده بود. گیلا گاملیل همچنین گفت که این نفتکش نفت خود را از ایران بار کرد، از خلیج فارس به حرکت درآمد و در شب 13 بهمن پس از عبور از تنگه سوئز با نزدیک شدن به سواحل اسرائیل رادار خود را خاموش کرد و در پی ریختن نفت با رسیدن به نزدیکی سواحل سوریه رادار خود را دوباره روشن کرد. از سوی دیگر اسرائیل همچنین ایران را متهم کرد که عامل حمله با مین یا راکت به یک کشتی اسرائیلی ویژه حمله خودرو در آب‌های دریای عمان بوده است. ایران این اتهام را رد کرده. بر اساس گزارش‌ها ظهر جمعه در محدوده امیرآباد شمالی، شهرک آزمایش تهران و برخی از دیگر نقاط غرب این شهر صدای آژیر شنیده شد. در پی انتشار ویدیوهای از بلند شدن صدای آژیر در تهران در محدوده کارگر شمالی شنیده شد. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی هم گفت صدای آژیر سازمان انرژی اتمی عادی و برای آزمایش دستورالعمل هاست. امروز صبح طبق شیوه نامه‌های معمول تست آژیر سازمان انرژی اتمی انجام شد. انجام این تست که اتفاقی بی سابقه بوده، همزمان با افزایش گزارش‌ها درباره اقدامات نظامی ایران و اسرائیل در دیگر کشورها علیه مواضع یکدیگر در ماه‌های اخیر است. همچنین در برخی گزارش‌ها تخریب چند ماه پیش بخشی از تأسیسات اتمی نتنز به اسرائیل نسبت داده شد، اما این کشور به صورت رسمی این گزارش‌ها را تایید نکرد. در همین حال گزارش شده که اسرائیل دست کم 12 کشتی عازم سوریه را که بیشترشان حامل نفت ایران بودند هدف قرار داده است. شامگاه جمعه 10 بهمن صدای آژیر خطر در غرب پایتخت ایران شنیده شد و مقام‌های رسمی اظهارات ضد و نقیضی در این باره مطرح کردند. از جمله خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران و نقل از یک مقام در نیروهای مسلح نظریه ورود جنگنده‌های اسرائیلی در آسمان ایران را رد و اعلام کرد که شنیده شدن صدای آژیر خطر هیچ ارتباطی با تهدیدات هوایی که منجر به فعال شدن سیستم پدافند هوایی کشور بشود نداشته است. همزمان با شنیده شدن این آژیر اعلام شد که هواپیمای پرواز 874 ترکیش ایرلاین که قرار بود در تهران به زمین بنشیند مسیر خود را تغییر داد و در ساعت 1:30 بامداد در باکو به زمین نشست. یک روز بعد شبکه العربیه به نقل از منابع خود اعلام کرد که این اتفاق و اختلال در مسیر پروازهای فرودگاه بین‌المللی امام خمینی میتواند به دلیل حمله سایبری باشد. ایالات متحده و اسرائیل روز پنجشنبه 21 اسفند نخستین نشست از کارگروه مشورت‌های راهبردی خود را با محوریت ایران برگزار کردند. این نشست با حضور مقامات ارشد امنیت ملی دو کشور به صورت مجازی برگزار شد. در حالی که دولت جو بایدن برای احیای برجام تلاش می‌کند، هدف از نشست میان مقامات بلندپایه آمریکا و اسرائیل جلوگیری از احتمال بروز تنش در مناسبات دو جانبه عنوان شده است. امیلی هورن، سخنگوی شورای امنیت ملی در کاخ سفید، با انتشار بیانیه‌ای درباره نشست مجازی تیم‌های راهبردی دو کشور در روز پنجشنبه گفت دو طرف چشم‌انداز خود از مسائل امنیتی منطقه از جمله مسئله ایران را که مورد علاقه و نگرانی مشترک است با هم در میان گذاشته و بر عزم مشترک برای رویارویی با چالش‌ها و تهدیدهای منطقه‌ای تأکید کردند. پیش از این نشست جک سالیوان دو گفتگوی طولانی با همتای اسرائیلی خود داشته است. رسانه‌های اسرائیل نیز گزارش دادند که در روزهای گذشته یک هیئت از مقامات اسرائیلی با سفر به واشنگتن انتظارات اسرائیل را در خصوص مناسبات آتی آمریکا با ایران به آگاهی مقامات ایالات متحده رساندند. آنتونی بلینکن در این زمینه گفت واشنگتن خود را نیازمند آن می‌بیند که اسرائیل و امیرنشین‌های خلیج فارس را در کوشش‌های مرتبط با برجام بسیج کند، زیرا این امر بر سرنوشت آنها تأثیر می‌گذارد. جنساکی گفت هر گونه اقدام در این خصوص با هماهنگی تل آویو صورت خواهد گرفت. انتخابات در ایران و سرزمین‌های اشغالی تأثیری بر تلاش برای دستیابی به توافق با تهران نخواهد داشت. وی افزود دولت آمریکا تصمیم دارد از مسیر دیپلماسی و اتخاذ روش‌های دیپلماتیک مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای شود و در این مسیر در صورت به جریان افتادن مذاکرات اسرائیل را از این روند مطلع خواهیم کرد. سخنگوی کاخ سفید اضافه کرد تصمیم داریم با ورود مجدد به برجام آن را گسترش داده و بعد
بعد از آن به سایر دغدغه‌های مربوط به ایران رسیدگی کنیم. وی گفت آمریکا همچنان منتظر پاسخ تهران به پیشنهاد اروپایی‌ها برای آغاز مذاکره است. از اینکه صبورانه تو انتهای ویدیو ما را دنبال کردید سپاسگزارم. تا خبرهای بعدی خدا نگهدار.